ابیانه هستیم از این دل کوه کبیری خشک لمگزره، سرد خشک زمستانی در میم سمت روستای ابیانه. از کاشان اومدیم به این سمت داریم میریم. یه چیز خیلی جالبی که من اینجا دیدم، بخاطر اینکه موبایل اینجا آنتن دهی نداره، کلی پرنده دیدم. پرنده البته کوچیکه، کبیری نه، گنجشک و چیزای دیگه و کلاغ حتی دیدیم اینجا. خیلی جالب بود. اگه نو ریاض قرار بدیم با گیلان، تو جایی که حداقل من رفتم زندگی میکنم، به خاطر وجود دهکل ها ما دیگه گنجشک و نمیدونم خیلی خیلی پرنده رو ندیدیم. ما اینجا یه خود پرنده دیدیم. داریم میریم به سمت روستای تاریخی ابیانه. ببینیم که چیه. اینجا گذاشتم ولی خیلی جالبیه، حالت تونل ماننده، خیلی سوراخ خیلی عجیب غریبیه در گذاشتن اینجا. چند تا از این سوراخ ها هست برای ورودی به این روستای ابیانه، به این سمت هم هست. نمیدونم چیه برای آب، لولای آب اون طرف هست، ولی هرچی هست خیلی جالبه. احتمالا قدیما آبی چیزی از اینجا می آوردن، فکر کنم دالونای آبیشون باید باشه. برف اومده، چقدر قشنگه این سفیدیای روستای ابیانه است. مقدم گردشگران عزیز را به روستای تاریخی ابیانه گرامی می‌داریم. بریم ابیانه ببینیم چه خبره. بریم ابیانه ببینیم چه خبره. خب بعد از حدود یک ساعت رانندگی کردن از طرف کاشان، هم گوشمون گرفتم دماغمون گرفته، وارد روستای ابیانه شدیم. یادتون باشه ورودش هم 10 تومنه، دستش هم درد نکنه که پول میگیرن، خیلی هم خوبه، عالیه. امیدوارم که جاده سازی بکنن، یه سری امکانات دیگه قرار بدن. داریم کم کم وارد روستای ابیانه میشیم. تاریخی ابیانه، داریم وارد این روستا میشیم. قشنگه. یه چیز جالبی که اینجا هست، یا تمام چیزاش روسیه، موتور قرمز رنگ، یعنی کاگلای قرمز رنگ یه نمای بسیار خوبی داده، قرمز و آسمان آبی و کوهی که اونور هست. الان کوه سفید رنگ، سفید پوش شده این به اصطلاح با برف، ولی خب رنگ خاکستری داره است. اگه بخوایم بگیم زیباست، خیلی قشنگه. میریم دور بزنیم ببینیم چه خبره. Thank you.
کارگاه شماست نه؟ سلام. آره من پسرمه. سلام. چند وقت این زرگری میکنه شما؟ یه 4-5 سالی میشه. 4-5 سالی شروع کردیم برای زرگری کردم. یه سال. بچه بیم تو ببینیم چی ها درست میکنیم تو؟ این دستفند درست میکنی؟ این دستفند ها؟ اینا کار شماست. کار دست، انگشتر ها کار دست، چوبه ها کار دست. این چوپوغا هم که کار دست کار دست شما این داستان کار دست کلا نه نقره است اینا مس آها چیزای خیلی خوبه دیگه. کسی که همیشه پشت دوربین وایمیسه اینجوری میزننش. اینجوری میزننش. و اما اینجا نوشته حریم خصوصی اینجا کوچه نیست. البته ما هم نرفتیم تو. همه جای ابیانم که بعد هم تو سرتون نندازیم ببین همینجوری به جایی که برد که باید برید. زمستانی و از همون مهمتر این آب چشمه که اینجاست. خیلی 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 سرد. سرد و کوهستانیه. سرد. اوه چقدر چقدره روستای کوهستانی ابیانه زیبا و قشنگ. آقا نزنید آدم خسته میشه توی کوهستان بالا پایین میره. یه آبی بخوریم اینجا. به چه آب سرد و خنکیه. خیلی جالبه این مثل کوزه است. یه طراحی خیلی قشنگی داره. تو قدیمش من نمیدونم چطور بوده ولی خیلی زیباست. روبروی که کوه آبم که از کوه میاد خیلی سرد و گوارا و دلنشینه. حال شما خوبه؟ خوب هستی شما؟ یه چیزی بخرید از اون عکس میگیری؟ چشم اونم میام ازتون میام میخرم الان. یه چیزی از اون بخرید. چشم چشم بعد درسه به چشم قربون شما برم. مرسی الان دور میزنیم میام هستیم اینجا. این هم یک مادر بزرگ ابیانی. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوب مادر بزرگ؟ حالا عکس نگیر آقا. عکس نگیرم؟ نه. چشم نمیگیرم. چشم. خیلی جالبه خورای خشتیه. تو همچه همه آبیشن مال همینجاست؟ نه مال کوه خودشونه. خب من یه آبیشن ازتون. اینو چنده؟ اینو 5 تا.
پنجتون باشه من یاد چند یه چیزم پر دادم روشه به هم پر عکسم رو میگیری که یه دوتا خرید کلا نه چی مال اینجاست همه اینه مال خودم ببین ما اینو همه رو دارم من میگم چیزی که مال عبیانه باشه مثلا اینه مال عبیانه است این که توت که مال عبیانه که نیستش چرا عبیانه خودم داری جدی بعد از این خرید من بریم به موزه مردم‌شناسی عبیانه در اینجا فصل بهار و تابستون خیلی قشنگه. روستای قشنگه، خوشگله، دم کوه. کوهاش هم همونطور که می‌بینید رنگ قرمزی خاصی به خودش داره. زیباست. اگر اومدین کاشان، عبیانه رو فراموش